همینجا نشستم، من گفتم موازی باش پسرم که تر از طالبان دارد در تلفن هایت از دستاب گرفته ترم نکشم. بانم ویاد خداوند، سرخط مهمترین خبرها از جبهه مقاومت و دولت طالبان، آخرین پیام فرمانده روح الله نظری قبل از شهادت در خوست، جزئیات حملات موشکی بالای دفتر والی طالبان در کاپیسا، رونمایی از رنگ جدید تاکسی ها توسط طالبان در کابل و در دامن گزارش آتش زدن 9 خانه مسکونی توسط طالبان در بغلان. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، در آخرین درگیری جبهه مقاومت و طالبان در بغلان دست کم 45 نیروهای طالبان زخمی و کشته شدند. گفته می شود که در این درگیری به جبهه مقاومت ملی نیز تلفات واری شده است. یک از فرماندهان جبهه مقاومت در حال بازدید از فامیلش توسط افراد طالبان کشته می شود. جزئیات آخرین تماس با جنرال روح الله نظری را از زبان پدرش شنونده باشید. فرمانده روح الله صاحب مدتی بود که طرف های شهره و ماندره و اینجا قید بریاله سنگین قرار داشتند. باز دمی اواخیر صاحب برای من زنگ زد که پدر من اکثر خانه میمم اینجا دیگه چه مردم پسرم نیا خانه که ایتره با حساب بی گروه که هست میکشن. گفت که نه من که میم خانه باید یک زندگی و فامیل و دیگه را ببینم اینجا. بازی که می در خانه صاحب همیجا ساعتی 10 بجه بود همراه من صحبت کرد که پدر جان من انمال خانه آمده من همیجا خانه هستم دیگه. چند تا میمانم پیش ما آمده همیجا میمانای بی سلا دیگه می خواهم یا. همیجا نشسته من تو موازی باش پسرم که تره طالبان دارد در تلفن هایت از دستاب گرفته تره میکشن. یک وقتی که ساعت 11 زنگ آمد که جنگ چه شده جریان دارد. همراه زنگ زدم گفت پدر به حقم دعا کو فقط من انمالی سخت جنگ دارم دیگه گپ زده نمیتونم خدا حافظ بود دیگه. ساعت 12:15 دقیقه بود که جنگ آغاز شد. باز دیگه تلفن یدی رخ نگرفت نماز دیگر بود. دوباره دیگه تلفنش زنگ زدم رخ گرفت گفت پدر دارم مهمات هم رو با یک مان شده سا اما اندازه من نگاه کردیم که دیگه بعد از 5 ساعت جنگ تقریبا ساعتهای 6:20 بود. گفتین اینجا من تسلیم نمیشم با آخرین چیز از پیش من گریان پدر نکنی دیگه که من دیگه شاید درجه شاید 15 نفر با دست خودم دادیم دیگه ارمان بدلم نیست. بعد از این که ساعت 6:30 بود طالبا تا اون وقت با راکید و از در خانه را در دادن دو سه تولید در دادن یک دو سه صاحب خانه‌ای که بود اونا را زدن کشتن. آخر به تنگ آمدن دیگه پیشیدن نتانستن که بچه ما را میزنن دیگه جسدهای طالبا غلطیدگی بود. اگ بوشکه دو سیره را بارود پر کرده با چیز از بالا با کلنگ مخانه را دو منزله به سوراخ کردن از بالا انداختن. همین دو منزله مکمل هم تخریب شده سری بچه پایین میفته بچه همینجا توسط همین بارود و بم میسوزه دیگه. بازم پیشیدن نتانستن شب در حدود 600 نفر از ولسوالی های فرنگ و گذرگاه نور از اینجا دیگه هم خواسته بود یک قطعه 40 نفری دیگه از لیزریشون از ولایت بغلان مرکزی از اونجا خواسته اونا هم رسیده بودن. شب همه مردم هم محاصره کرده بودن مادری بچه هم نگذاشتن که دیگه چه کنه دروازه جا خلق کرده بودن و دیگه چند تا زنای دیگه بالاخره پیشیده نتونستن که دیگه جسدها رو دیدن ای بچه نی. گفتن ما تا ای بچه را که پیدای فرمانده یک نفری ما را تلف کرده ما تا که ای را پیدا نکنیم میگیم کار نداره. اما بود که تلفنش با من قطع شد دیگه من یک تعداد گفتن که کش شده خدا یک تعداد میگفت که نه. صبح که شد شاو تیر میشه صبح روز که شد دیگه مرد مویتفیده را اجازه داده که بین همین دیوارا را پس کنین که پیدا کنین دیگه خودش هم نتانستن های تر در چه شد. ساعت 10 بجه بود دیگه بعد مردم همه جایا چی کردن جسدهای دیگه را سعی کردن مردم گفتن که دیگه نیست. گفتن نه تا که دمه که پیدا نشوه جسد زیر ما ببینم که فعلا در 12 نفر ما را کشته دادیم و زخمی 11 نفر زخمی دادیم 7 نفر
طلب دادیم. ما شما قریه را نمیمانم، مردم قریه را دستبند میزنه، یک تعداد یک تعدادش یادم میتیه گفتن دما پیدا کنیم. باز اینا بشرانده شرانده از زیر خاک با سوختی از زیر پیدا میکنن و بعد از او طالبا گفته این حال ماهی را با پلو میتن سر میمینه چرا کم آدم هست. باز از مردم پرسان میکنه قطعی از چند تا بود و کی بود و دیگر. فقط دو تای دیگه هم که شهید شده اونا بیشترا بودن، نه صلاحی داشتن. از مردم احالی صاحبی احالی امو دمو احالی که جا بجا بودیم، امو جو میمون بودن دیگر. فقط صرف یک همی آدم پسر میشه این مدتی در غزنی 8 سال در غزنی جنگ کردگی است، در اردوی ملی وظیفه داشت، باعث توران ربش توران بود دیگر. در این سالای آخری که سقوط دولت چی شد دیگر، مدتی دو سال شده بود که در قندوز در چهاردره و در امام صاحب و قلعه‌زال اینجا وظیفه کردگی بود دیگر. یعنی می قسم صاحب این بچه را بسیار مقامی شهید ساختم دیگر. آخرین پیامش به من همی بود که پدر به حقم دعا کو گریه نکنی که من 15 تن از دشمن را دیگر. و در ادامه این گزارش، حمله موشکی به دفتر والی طالبان در کاپیسا، 3 جنگجوی طالبان کشته شدند. منابع محلی از حمله موشکی به ساختمان دفتر والی طالبان در ولایت کاپیسا خبر می دهند. این حمله حوالی ساعت 10 دوشنبه شب 18 ثور در شهر محدود راقی مرکز کاپیسا به وقوع پیوسته است. باشندگان محل هرچند در مورد عاملان و تلفات حمله چیزی نمی گویند، اما جبهه آزادی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. جبهه آزادی با نشر بیانیه مدعی شدند که در پی حمله موشکی نیروهای این جبهه در کاپیسا دست کم 3 تن از جنگجویان طالبان کشته و 4 عضو دیگرشان زخمی شدند. همزمان با گرم شدن هوا، ظاهرا جبهات ضد طالبان حملات چریکیشان را علیه جنگجویان این گروه در برخی از ولایت‌های کشور اثر گرفتند. با این حال طالبان تا کنون در مورد این تلفاتشان چیزی نگفتند. و در ادامه این گزارش، طالبان از رنگ جدید تاکسی های شهری رونمایی کردند. ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخلی طالبان برای تاکسی ها در کشور رنگ جدید انتخاب کردند. حسیب الله مختار رئیس عمومی پلیس ترافیک طالبان روز سه‌شنبه 19 ثور از آغاز روند تغییر رنگ تاکسی های شهری در یک کنفرانس خبری خبر داده است. رئیس پلیس ترافیک طالبان گفته است که در گذشته رنگ تاکسی نمعیاری بود و نه کد مشخص داشت. حالا که رنگ فعلی دارای کد مشخص بوده، در کنوانسیون بین المللی نیز ثبت شده است. به باور حسیب الله مختار، تغییر رنگ و بایومتریک مالکان تاکسی ها افزون بر اخذ تضمین معتبر از آنها در کاهش سطح جرایم تاثیرگذار خواهد بود. به گفته آقای مختار، قرار است که رنگ تاکسی ها به تفکیک شهرها و روستاها تا 3 ماه دیگر تنظیم شود و بعد از آن با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. پلیس ترافیک طالبان میگوید که وضعیت فعلی نقل و انتقالات در کشور مشکلات امنیتی را به بار می آورد. طالبان با وجود مخالفت ها از سوی رانندگان تاکید به تغییر رنگ تاکسی های شهری کردند. و گزارش دیگر این که طالبان 9 خانه مسکونی را در بغلان آتش زدند. نیروهای گروه طالبان در 2 روز گذشته گفته می شود که 9 منزل مسکونی مربوط به افراد ملکی را در خست به آتش کشیدند. حوالی ساعت 10 صبح دوشنبه 18 ثور نیروهای گروه طالبان در منطقه چرخ فلک شهرستان خست بغلان یورش برده و خانه مسکونی فرد به نام عبدالودود را آتش زدند. منابع محلی به خبرگزاری صدا افغانستان گزارش داده است که این مرد هیچ رابطه‌ای با نیروهای جبهه مقاومت ملی ندارد. این در حالی است که طالبان روز گذشته 8 منزل مسکونی غیر نظامیان را در منطقه جنگلک این ولایت نیز آتش زده و شمار زیاد را بازداشت و با خود بردند. باید افزود که 2 روز قبل نبرد سخت میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در این ولایت آغاز شد که تا نیمه های شب دوام داشته است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از این که تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.